به نام خدا سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما شاگردهای عزیز و گرامی امیدوارم که جانتان جور و سعدمند باشید خب شاگردای عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی سنف اشتما با همدیگه میخوانیم درست است؟ و قرار بود که شما کارخانگی درس گذشته رو به ما روان کنید درست است یعنی یادتان نفت؟ از چی طریق روان میکردین؟ از طریق واتساب نمبرشم بگین خودتان ۲ صفر ۹۶چ ۷ ۲۵۵ 1 درست است و اگر کدام سوال یا کدام مشکل در حل کارخانگی یا اگر کدام پیشنهاد و انتقادی دارید میتونید با ما چه کنید شریک بسازید از طریق همین نمبری که به شما خواندم درست است خب شاگردهای عزیز و گرامی ما و شما گفتیم که فصل مضمون ریاضی سنف اشتما با هم میخوانیم درست است اما فصل چندم هستیم فصل سوم جلسه دوم یا درس دوم از فصل سوم ما و شما درس دوم ها امروز میخوانیم اما چه عنوان هایی ما و شما امروز باید بخوانیم دو تا عنوان ما و شما میخوانیم یا اهداف جلسه دوم از فصل سوم اول چرا میخوانیم خطوط موازی با فاصله های مساوی را میخوانیم که چه خاصیتی دارد ما و شما اگر چند تا خط داشته باشیم که موازی باشند موازی رو خب میفهمیم چی هست دیگه نه خط که هیچ وقت همدیگر را قطع نکنند درست است خط های ما و شما چی هست سه است خط چی دو خط ما و شما سه حالت دارند یا میگیم خط دو تا خط ما و شما متقاطع است یعنی در یک نقطه همدیگر را قطع میکنه صحیح یا میگیم که هیچ گاه همدیگه را قطع یا میگیم که چی بر هم منطبق هستند دقیقاً دو خط روی هم قرار دارد یعنی بی‌نهایت نقطه میکنه را در حالتی که همدیگر قطع نکنه به او چی میگیم میگیم چی و یا که منطبق باشه دقیقاً روی هم باشه به با او دو خط میگیم خطوط موازی عالی منظور ما و شما اموس که همدیگر قطع نکنه صحیح است متقاطع نباشه یعنی همدیگر قطع نکنه خب عالی میگیم اگر چند خط موازی داشته باشیم چه خاصیتی دارد پس میریم سر تخته ما با شک بر نشان میتونم که اگر چند تا خط موازی داشته باشیم و فاصله از نو باشد مساوی باشد چه ویژگی میتونه داشته باشه صحیح و بعد از چی رو میخوانیم قضیه تالس یا تالس بعضیا یا تالس میگه بعضیا یا تالس میگه فرق نمیکنه هر کدومش بگی سه است قضیه تالس یا تالس اردوش گفته میشه پس یک قضیه بسیار مهم است تالس و تالس چی است نام یک دانشمند است اگر ریاضی دان است است چی است نامش تالس است یا تالس فرق نمیکنه هر اردوش گفته میشه پس یک قضیه دارد در ریاضیات که قضیه بسیار مهم است و به همین خطوط موازی ربط دارد سه است از همین خطوط موازی یک نتیجه گرفته پس اول میرم سر تخته ما خطوط موازی رو برد میکشم میگم که چی ویژگی میتونه داشته باشه و بعد از اون نتیجه قضیه نتیجه رو میگیریم که اون قضیه تالس یا تالس ما و شما میشه صحیح پس بریم سر تخته و ما درس خودش شروع کنم درست است شاگردای عزیز و گرامی خطوط موازی با فاصله های مساوی پس چی است ما و شما این خود میدانیم اگر ما شما دو خط داشته باشیم به عنوان مثال پس من نوشته کنم خطوط موازی با فاصله های مساوی سیست؟ پس خطوط موازی با فاصله های مساوی اما چی است؟ اگر ما شما دو خط داشته باشیم این دو خط با هم چی است؟ موازی است یعنی ما شما خط خود میفهمیم تا از او بر تا لای تنهایی از بر تا لای ادامه دارد دیگه نه اگر ادامه نداشته با او میگیم قطع خط اگر بسته باشد سلام میگیم برش بسته کنیم برش بسته کنیم که ادامه نداشته باشد با او میگیم قطع خط یا پاره خط سیست اما وقتی میگیم خط خط یعنی هر دو طرفش باز است و تا لای تنهایی چی است ادامه دارد از دو طرف تا لای تنهایی یعنی همین خط است خب شاگرد عزیز دو, ای دو خط چی هست با هم دیگه موازی هستن یعنی چی یعنی اگر ما و شما این ادامه, ادامه بدیم تالای تنا این هم ادامه بدیم هیچ هم نمیکنه اما یعنی دو خط چی است با هم دیگه موازی نیست میگیم که قد نکده یا دو قد نکده ولی خط است خط تالای تنا ادامه دارد یعنی ما و شما این ادامه بدیم میرم ادامه بدیم هم دیگه 100 درصد قط میکنه پس این دو خط میگیم دو خط متقاطع یا هم دیگه قط میکنن صحیح است اما این دو خط چی است موازی است یعنی هیچ گام دیگر قطع نمیکنه خوی موازی رو ما شما میفهمیم عالی عنوان درس ما شما چی است خطوط موازی با فاصله های مساوی یعنی اگر ما شما چند تا خط داشته باشیم به با عنوان مثال سه خط چهار خط فرق نمیکنه چند تا خط ما شما داشته باشیم با هم چی است موازی است اینا کلشون با هم موازی یعنی اینا اگه تا لایتن ادامه بدیم هیچ هیچ وقت همدیگه رو قط نمیکنه حال فاصله های مساوی یعنی چی یعنی فاصله یعنی خط تا خط مثلا یک سانتی است این خط توی خط یک سانتی این تا ای چند یک کلشان فاصله یک سنتیمتر. یک سانتی متر با هم فرق میکنه یعنی ما فاصله رو میفهمین زاویه بینش باید 90 درجه باشه تا فاصله شوه فاصله یعنی زاویه بینش 90 است پس یا اگر یک سانتی متر باشد یعنی چند تا خط موازی داریم که با فاصله های مساوی از هم هستند و یک نکته شاگردای عزیز دقت کنید در ما و در ریاضیات و هندسه فرق نمیکنه ما شما خطوط موازی رو با این سمبول نشان میدیم اند یک تا چی تیر میکشیم به عنوان تیر و به یعنی یا با هم چی هستن یک چهار خط با هم موازی است سیس ای یعنی هیچ گام دیگه قط نمیکنه پس این فکر داشته باشید در کتاب یعنی دو خط با هم چی است موازی است این عالی فعلا چهار تا خط داریم چهار تا خط با هم موازی هستند درست است فاصله هاشون هم کلش با هم چی است مساوی 1 سانتی متر است فهم نیست چرا شد دیگه نه خب حالا چی هست؟ نتیجه چی است نتیجه ای است نگاه کنید شاگرد عزیز دقت کنید اگر یک خط ما چند خط موازی داشته باشیم حالا فعلا چهار خط موازی داریم اگر یک خط چی که غیر موازی با یا باشه یعنی چی باشد اصطلاحا میگیم مورب باشد مورب یعنی کج باشد نظر به اینا سیف بیا اینا رو کنه این خط این خط زرد که ما شما کشیدیم با نام اینا رو نامش بگیرم من نام برش این خط ما نامش میمونم دی این رو میمانم دی دو، این میمانم دی سه، و یا آخرون دی چهار سیس. و این خط نامش میمانم خط ال، سیس. پس چهار تا خط دی یک، دی دو، دی سه و دی چار داریم با هم موازی است و فاصله هایش با هم مساوی است. حالا اگر یک خط مورب، مورب یعنی با این موازی نباشد، کج باشد نظر به این ها، بیایید ای چهار خط قط کنه، چهار خط قط کنه، دقت کنید شاگردای این خط هست و ای هم تا لایتنای ادامه داره دا یعنی اگر در کتاب تا اینجا هم کشیده بود دیگه نکشیده بود خودت باید بفهمی رو ادامه ادامه چون خط است و این چهار خط دقت کنه همین پاره خطایی که روی خط زرد روی خط ال جدا میشه یعنی این فاصله صحیح با این فاصله و با این فاصله یارسه با هم چی میشه مساوی میشه پس خطوط موازی با فاصله مساوی نتیجه اش که اگر ما چند خط موازی داشته باشیم که فاصلش با هم مساوی باشه مثلا یک سانتی متر دو سانتی متر فرق نمیکنه یعنی فاصله با هم مساوی باشه یک خط کج به اینا کنه همه پاره خط های قط خط های که روی خط زرد جدا میشه یا با هم 100 درصد مساوی است با عنوان مثال اگر 1.5 باشد ای هم 100 درصد 1.5 است و این هم 1.5 است یک اشاره, پنج، یک اشاره پنج یک اشاره پنج پس به میشه پس خطوط موازی با فاصله با فاصله مساوی نتیجه همیسته. اگر ما و شما چند تا خط موازی داشته باشیم که فاصله اینا با هم مساوی باشد یعنی یک سانتی متر یک سانتی متر یک سانتی متر خط مورب به کج به خط کنه روی همین خط این پاره خطایی که جدا میشه اینا هم با هم دیگه دقیقاً چی اگر 2 سانتی متر باشد یم دو یم 2 سانتی متر میشه صحیح پس نتیجه همی همی که گفتم خطوط موازی با فاصله های مساوی خب حال یک سوال چرا با ما و شما میتونه بده سوال به عنوان مثال یک سوال من اول حل کنم سوالی که با ما و شما میتونه در کتابه به شک میشه ما و شما چند خطه به عنوان مثال موازی داشته باشیم سه است این خطای ما و شما چی است موازی است و فاصله هایشان هم با هم مساویه یعنی فاصله اینا 100 فیصد با هم دیگه هست؟ است خود سوال با ما و شما گفته یک سانتی یک سانتی یک سانتی متر فیس با ما و شما گفته که یک تا خط مورب یار قد کده گفته این نامش باشد x سیست و از این قسمت های قسمت باشد چند باشد به با عنوان مثال دو اشاره 8 سنتی متر گفته ایکس دریافت کنید چند میشه پس دقت کنید چند خط موازی داریم که با فاصله های مساوی است یک خط موازی رو با قطع کرده گفته این فاصله نامش باشد ایکس و از اینجا تا اینجا دو اشاره اشت متر است گفته ایکس دریافت کنید خب چرا قم میشه خب این ما و شما میفهمیم که صد فیصد این خط باید با هم چی باشد مساوی باشد یعنی سه, خ... سه خط از اینجا تا اینجا و از اینجا تا اینجا از اینجا تا اینجا این خط باید با هم دیگه چی است مساوی است طبق همین قضیه دیگه همین نتیجه همین خود موازیم درس ما شما امروز درست است خب علی یک تا از قطع خط نامش ایکس است دو تا اش شده دو اشاری هشت خب یار دو با هم مساوی است دیگه پس نیم میکنیم دیگه دو اشاری هشت نیم چند میشه یک اشاری چهار آفرین پس یا هر قطع خط مشه. یک اشاری چهار پس ایکس ما شما چند میشه یک اشاری چهار سانتی متر پس سوال های بیشک ممکنه بیاید که شما باید بتانی حل کنی فهمید چرا رقم شد دیگه پس به شکل است پس نتیجه چی شد خطوط موازی با فاصله مساوی است که اگر ما شما چند خط موازی داشته باشیم که فاصله اش با هم چی باشد مساوی باشد حالا اگر یک خط مورب مورب یعنی کج با اینا موازی نباشد بیایید چند تا خط قطع کنه همین قطع خطایی که روی خود همین خط کج جور میشه همینا قطع خطا با هم 100 چی میشه مساوی میشه درست است پس شاگردای عزیز و گرامی خطوط موازی با فاصله مساوی بسیار آسان است و فهمیدیم چرا رقم سوالاش میفهمیم چه رقم و میتونیم حل کنیم درست است پس خطوط موازی با فاصله مساوی را ما شما خواندیم و سر تخته برای شکل کشیدم و فهمیدیم چه رقم میشه درست است پس من ما تیک مارک میکنم و ما عنوان اول ما و شما امروز خواندیم اما عنوان دوم ما و شما چی است قضیه تالس یا تالس درست است قضیه تالس یا تالس بعضی یا تالس میگه و بعضی یا تالس میگه و چی هست؟ گفتیم تالس یا تالس چی هست؟ یک ریاضیدان هست است دیگه نه و یک قضیه را در ریاضی ها جور کرده یا کشف کرده یا اصلا میگیم ساخته فرق میکنه. کنه و نتیجه گرفته و او هم از چی هست؟ از همین خطوط موازی نتیجه گرفته پس میریم سر تخته و تختار پاک میکنم و میگم قضیه تالس یا تالس چی است درست است خب شاگردان عزیز و گرامی قضیه تالس یا تالس چی است بان پس من اول نامش نوشته کنم آقای تالس میگه که اگر ما و شما چند خط موازی داشته باشیم چند خط موازی آلی داشت با هم مساوی باشد نه فرق نمی کنه باشد و نباشد هیچ فرقی نمی کنه میگه ما و شما چند خط موازی داشته باشیم سه است مثال این سه خط چی داریم موازی است چهار سه فرق نمی کنه حالا چن... ما و شما هم سه تا رو میگیریم سه تا خط موازی ما شما داشته باشیم نامش باشد دی 1 دی دو و دی سه 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 تا خط موازی داریم حالا فا... با ما فا... با فاصله مساوی نکشم برای یکم فاصله بیشتر بکشم که فرق ن... که فکر نکنی فاصله 100 فیصد مساوی است مساوی نباشد بدون مثال به این شکل میکشم فاصله با هم دیگه چی است مساوی نیست دی سه که این فاصلش با هم مساوی نیست این خطا سعی است فهم رقم شده اگر چند خط موازی داشته باشیم و دو خط بیا دو خط مورب یاره قد کنه سعی است به عنوان مثال این خط با یا چی است قط قد میکنه و این خط هم چی میکنه قد میکنه دو خط چی داریم مورب داریم آلی این قطع خطایی که جدا میشه من اینا نام نام, میگیرم. نام میگیرم برای اینا سعی نامگذاری میکنم من میگم این نقطه رو نامش رو میگیرم ا ای. این نقطه رو میگیرم بی این نقطه رو نامش میگیرم C سیست این نقطه رو نامش میگیرم A B C این میگیرم D E و F سیست این شش تا را ما شش نقطه رو نامگذاری کردم A B C D E F سیست خب حال چی است نتیجه چی است قضیه تالس آقای تالس میگه که اگر چند خط موازی ما شما داشته باشیم که فاصله اش با هم مساوی باشد و نباشد فرق نمیکنه نتیجه 100 درست است و او چی است دو خط مورب بیا یا قد کنه چی چند قد خط جور بشنه این قد خطاب نظر به یکدیگر چی است متناسب است معنای چی است من نوشته میکنم میره نتیجه از نتیجه به متعی ما متعیه نتیجه میته به ما که دقیقا چی است نسبت AB بر BC سی خب نسبت ما شما خواندیم تناسب خواندیم دیگه نه یک کسر میشه دیگه تساوی بین دو نسبت رو میگیم تناسب پس این تناسبی که نوشتم میکنم همیشه چی است برقرار است AB بر BC پس AB طول شرط چقدر خب باشه دو باشه سه باشه فرد یک عدد میشنه بر خط خط بی سی، مساوی میشه با دو بر چی میشه دی ای بر ای اف پس خط خط طول خط خط دی ای بر ای اف پس قضیه تالس نیست میگه اگر ما و شما چند خط موازی داشته باشیم حالا فاصله مساوی باشه یا نباشه هیچ فرقی نمیکنه اگر دو خط معرب بیار قد کنه یعنی قطع که جور میشه نظر به دیگر چند متناسب است یعنی ای بی بر بی سی میشه می با دی ای بر ای, ای اف معنایش است معنایش به شکل است که یعنی تناسب همیشه میشه چی است؟ برقرار است با مثال اگر ای دو این دو باشد دقت کنید یعنی دو باشد یعنی چار باشد صحیح است یعنی دو چند دو است اگر سه باشد 100 باید شش باشد یه هم دو چند سه باشد معناش است چرا خم شد پس ای اگر این دو باشد ای چار باشد اگر سه باشد 100 باید شش باشد چون چه دو چند که چهار دو چند دو میشه دیگه نه شش هم دو چند سه میشه پس این نمیتونه هفت باشه اگر هفت باشه نتیجه چی نتیجه میگیریم دقت کنید شاگرد عزیز یک نکته بسیار مهم هست اگر ما و شما داشته چنین اعدادی داشته باشیم دو چهار سه هفت صد فیصد نتیجه میگیریم اینی خطا با هم موازی نبوده آفرین پس نتیجه نتیجه میگیریم که اینا موازی نیست چون اگر موازی باشد صد فیصد باید شش باشد ولی حالا که هفت شده پس خطا با هم موازی نبوده صحیح پس این نکته با ما و شما ممکن است در تمرین با سوال داریم در کارخانگی سوال داریم با ما و شما میتا به شکل میتا میگه کدام خط با موازی است تو باید بیای این نسبت جور کنی اگر این این تناسب این نسبت و این نسبت جور میگه با هم مساوی میمونه اگر دید تناسب برقرار بود با هم مساوی بود از کجا میفهمی طرف وسطا این رو کار کرده ما و شما دیگه نه یک تناسب کی میفهمی جور است زمان طرف وسطا این میکنیم طرف وسطا این کنید اگر با هم مساوی شد میگه خطوط با هم چی است موازی است اگر نشد میگیم خطوط با هم موازی نیست اصطلاحا به این قضیه که ما شما در استفاده میکنیم همین چیزی که من به شما گفتم که مثلا خودت با هم موازی هست یا به این میگن چی عکس قضیه تالیس یا معکوس قضیه تالیس برش گفته میشه صحیح پس خود قضیه تالیس چی است خود قضیه تالیس میگه که اگر اینی خطا موازی باشد یعنی تناسب برقرار است حالا برعکسش اگر اینی تناسب برقرار باشد یعنی خطا با هم چی است موازی است اگر برقرار نباشد تناسب خطا با هم موازی نیست صحیح پس, پس ما میگیم رقم شده پس یعنی هفت ما شما باید 100 فیزه چند باشد شش باشد چون خطا با هم چی است موازی است پس یعنی تناسب برقرار است فامدی چه رقم شده خب من یک سوال کار میکنم بعد این پایین تا سوال میکشیم یک شک میکشیم و سوال کار میکنم درست است به عنوان مثال پس من نوشته کنم سوال خب سوال به این شکل ما و شما این خطای ما و شما با هم چی است موازی است آلی دو خط مورب با آمده یاره چی کده؟ قط کده دو خط موره با یار قد کده ای نامش A باشد. ای باشد این نامش بی باشد نامش سی باشد دی ی و اف سه است. خوب، با ماوشیم شما گفته AB سه است، BC 4 سانتی متر است، DE دو سانتی متر است، EF گفته x است. گفته x دریافت کنید. سه است. پس به شکل است. این شکل با ما شما داده گفته این سه خط با هم موازی است. پس AB سه سانتی متر است، BC 4 سانتی متر است، DE دو سانتی متر است، EF گفته x است. x دریافت کو. چرا که میکنیم؟ خب ما شما بیش ما دو بار جایی بر حل میکنم نتیجه دیگه حل میکنم بهش میگم که میگم که چون این سه خط با موازی است پس قضیه تالیس بر است قضیه تالیس استفاده میکنیم اگر وقت سه خط با موازی باشد دو خط موارد بیاید قط کنه صد فیصد این تناسب بر است پس اینم تناسب من نوشتم میکنم پس میگم که AB بر BC پس نتیجهش میگیرم طبق قضیه تالیس پس AB بر بی سی ما شما برای مساوی است چه؟ بی بر بی سی مساوی با دی بر ای ای فی نوشته میکنم دی ای بر ای اف دی ای, ای فیست خب حال قیمت چه میمانم؟ ای بی بر بی سی چند است؟ ای بی ما شما سه سنتی است و بی سی ما شما چار سنتی پس میشه سه بر چار مساوی است با دی چی میشه؟ دی ای ما و شما دو سنتی است بر ایک سیست و ای, ای اف ما شما ایکس است خب میتونیم چی کنیم طرف وسطین کنیم درست است چی میشه یک تا یک تا چی هست؟ یک تا تناسب است دیگه تناسب خو یاد داریم طرف وسطاین میکنیم سه ضرب در ایکس میشه سه x. دو ضرب در 4 چند میشه 8 میشه پس سه x مساوی است با 8 سه ایست؟ خالی اطراف تقسیم بر چند یک معادله بر ما شما سه تقسیم بر سه پس سه با سه خلاص میشه و ایکس میمونه ده اینجا و x مساوی است 8 تقسیم برسم که 8 تقسیم بر سه میشه صحیح است که اگر بخوام دریافت کنیم باید با ماشین حساب تقسیم کنیم و دقیقش دریافت کنیم ولی خود نیاز نیست اشت بر سه پس ما و می h بر س صحیح است پس x ما شما چند شد 8 بر 3 پس x ما شما با x اینجا نوشته میکنم. x ما و شما چند شد 8 بر 3 جواب ما و شما کشیدیم پس x کشیدیم جواب چند شد 8 بر سه. سیس پس از چهار از قضیه تالس ایر استفاده کرد و سوال حل کرد. سیس فامیل چرا هم شد دیگه نه؟ خب پس چه عزیز و گرامی هم قضیه تالس فامیل بیشتر ماسان است. خب شاگرده عزیز و گرامی پس یه از قضیه تالیف و یا گفتیم یا تالس هم برش گفتم چه فرق میکنه درست هست پس این هم من مارک میکنم پس این عنوان دوم ما شما اما بحث مهم کارخانگی کارخانگی چی است تمرین های صفحه 74 و 76 کتاب باید حل کنید و ما روان کنید از طریق واتساپ نمبرش هم است 20964 780 255 40 اگر کدام سوالی هم دارید میتونید با ما شریک بسازید سوال تا از طریق همین نمبر که به شما خواندم خب شاگرده عزیز پایان جلسه دوم از فصل سوم فصل سوم ما و شما درس دوم خواندیم یا جلسه دوم یا درس دوم خواندیم خب شاگردان عزیز موفق باشید بخیر باشین شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم